سلام میکنم به شما بینندگان عزیز کانال جدید. امیدوارم اوقات خوشی رو پشت سر گذاشته باشید. با یکی دیگر از برنامه نگاه روز با شما هستیم. ممنوعیت ورود اتباع 5 کشور به اسلام مسلمان از جمله ایران به آمریکا و واکنش های متفاوتی که در پی داشته موضوع برنامه نگاه روز امروز ما هستش. در روزهای گذشته ترامپ در ورود اتباع 5 کشور به اسلام مسلمان از جمله ایران رو به آمریکا ممنوع کرده. در اعتراض به همین دستور ترامپ، ترانه علی دوستی و اسقر فرهادی کارگردان سینمای ایران در اعتراض به آن شرکت در مجلس اهدای اسکار رو تحریم کردند. و اخیرا هم از سوی دیگر 30 نفر با نوشتن نامه‌ای به ترامپ درخواستار تحریم‌های بیشتر نسبت به ایران و استفاده از ابزارهای موجود برای مقابله با جمهوری اسلامی رو داشتند. خب سوالی که در پیش رو داریم و مصاحبه امروزی که خواهیم داشت با کاظم نیکخواه بود. اگر صدای ما رو دارید ممنون میشم. سلام میکنم به شما. با سلام به شما، تشکر میکنم. بله و با سلام همه بینندگان عزیز. متشکرم که در برنامه ما حضور داشتی کاظم نیکخواه. لطفا ممکنه در رابطه با این اقدام ترامپ برای بینندگان ما توضیحاتی رو بدی؟ بله روشن، فکر میکنم که به سادگی قابل تشخیصه که یه همچه سیاستی، یه همچه تصمیمی کاملا ارتجاعی هست، ضد انسانی هست، غیر عادلانه هست و در واقع فاشیستیه و این رو دنیا داره میگه. یعنی منظورم اینه که لازم نیست کسی خیلی سیاستمدار باشه تا متوجه بشه که تصمیم به این که اتباع یک کشور رو کلن علیشون تبعیض قائل بشیم، از یه حقی که همه مردم دیگه دارن محرومشون کنیم، محدودیت‌های بیشتری براشون بذاریم، کاملا نجات پرستانه اگر نگم فاشیستی است و این کاملا شناخته شده است و همه دنیا داره میبینه. جنبش وسیع، حرکت وسیع و بسیار گسترده‌ای در کشورهای دنیا و در خود آمریکا علیه این تصمیم به جریان افتاده که بسیار امیدبخش هستش و حتی تو هیئت حاکمه آمریکا شکاف و اختلاف افتاده و بحران سیاسی رو دامن زده که میشه امیدوار بود که عقب برونه این نوع سیاست ها رو، وگرنه معلوم نیست انتهای یه همچه تصمیم هایی و یه همچه به اصطلاح نقطه عظیمتی چه باشه که میتونه بسیار خطرناک باشه. دنیا نمیتونه دو بار فاشیسم رو تجربه کنه و ما بارها به اصطلاح لطمات و فجایع عظیمی رو از جانب فاشیست ها و ناسیونالیست های اصطلاح متعصب دیدیم که اینجا باید جلوش ایستاد و به همه ماها، به همه مردم دنیا مربوط است. درسته. در واکنش به اعتراض ترانه علیدوستی و فرهادی، از اونها انتقادهای شدیدی توی مدیای اجتماعی و تو رسانه ها شده که چرا تو این 37 سال به جمهوری اسلامی اعتراضی نداشتن و هیچ واکنشی نشون ندادن. چه انتظاری از هنرمندا و کانون نویسندگان و بازیگران سینما و ورزشکاران تو این فضای ملتهب و معترض جامعه میتونیم داشته باشیم؟ ببینید، انتظار از هر کسی، هر انسانی اینه که انسانیت خودش رو فراموش نکنه. وقتی که کسی به یک به اصطلاح شخصیت و کاراکتر و برای چهره شناخته شده‌ای تبدیل میشه، در هر سطحی که باشه، هر کاری که باشه، هنرمند، نویسنده، کارگردان و هر کسی، باید و موظف است از وجدان انسانی خودش دفاع کنه، از بشریت، از انسانیت در مقابل ارتجاع دفاع کنه. این که به چه شکلی این رو کسی، من و شما تعیین نمی کنیم. به همین دلیل به نظر من اقدام این دو چهره که اشاره کردین، اصغر فرهادی و علی دوستی، بسیار قابل ارج است. اینکه 37 سال گذشته چی کردن و چه نکردن به هر حال بحث دیگری است. کسی نمیخواد به اینها مدال رهبری دنیا رو بده، ولی بالاخره تو این مورد معین تصمیم درستی گرفتن
که باعث شدن بالاخره توجه ها جلب بشه، اعتراضی هنگ برانگیخته بشه، مردم دنیا متوجه بشن که مردم آمریکا متوجه بشن که تنها نیستن و حتی از ایران مردم تو ایران مردم شریفی هستن که ازشون دفاع میکنن در مقابل ترامپ، در مقابل ارتجاع، در مقابل تبعیض. به هر حال به نظر من اقدام این نوع اقدامات درسته و نکته هم که گفتین سوالتون جواب من این است که هر هنرمند و نویسنده و شخصیت و رهبر و هر کسی هیچ کس به اصطلاح بهانه ای نباد داشته باشه به اینکه من حالا چون هنرمندم باید بری از سیاست باشم، من چون هنرپیشم باید دخالتی تو سیاست نکنم. اگر سیاست ضد انسانی است باید دخالت کرد، شکلش خودتون تعیین کنید، هر کسی خودش تعیین میکنه. در روز تحلیف ترامپ به دعوت بازیگران سینما و هنرمندان همچنین سازمانهای مدافع حقوق زن و غیره دست به اعتراضات خیابونی در بیشتر شهرهای دنیا و علیه ترامپ زدن. تعدادی پوشاندن سرشون با پرچم آمریکا خواستن که حمایت خودشون رو از مسلمانان جهان نشون بدن. سوالی که الان پیش رو قرار میگیره، آیا این اعتراضات کمک میکنه به جنبش اسلامی در دنیا منجر میشه به اون؟ اعتراضات به جنبش اسلامی کمک نمیکنه، ولی فاشیسم خود ترامپ کمک میکنه. اینکه شما به اصطلاح یه عده‌ای رو کنار بزنین به عنوان اینکه از کشور ایران یا سومالی یا نمیدونم یمن یا جای دیگری میان، خود این تغذیه میکنه تروریسم اسلامی رو، ارتجاع اسلامی رو و عقبگرد اسلامی رو. همه جا تعصب به وجود میاره، به اصطلاح تعصب نژادی، تعصب فاشیستی، تعصب مذهبی، اون طرفشان دامن میزنه و ناسیونالیسم رو دامن میزنه. بنابراین چیزی که کمک میتونه بکنه به ارتجاع اسلامی خود ترامپه، خود فاشیسمه، خود همین سیاست هاست. مردم دنیا اومدن میگن ما از همه حقوق انسانی همه مردم از جمله کسانی که خودشون رو مسلمان میدونن دفاع میکنیم و و این درسته. خود ما هیچ وقت علیه اسلام هستیم، علیه مذهب هستیم، علیه هر ارتجاع و دینی هستیم که عملا در خدمت مفخرا است، ولی این به این مفهوم نیست که ما از حقوق با اجازه میدیم یا باید اجازه بدیم که حقوق کسانی که خودشون رو مسلمان میدونن پایمال بشه. ببینید کسانی که تازه مسلمان میگیم الزاما مسلمان نیستن، مردمی هستن که از کشورهای اسلام زده فرار کردن، از خود نیروهای اسلامی، از جمهوری اسلامی، از تروریسم اسلامی، از که دولت‌های قومی و مذهبی عراق و نمیدونم افغانستان و غیره. بنابراین بحث بر سر اینه که این نوع به اصطلاح تبعیض قائل شدن این ضد انسانی است و مردم دنیا به درست از اینا دفاع میکنن و باید دفاع کنن. کاظم نیک‌ها، تو صحبتات اشاره کردی به اقدام فاشیستی ترامپ. به عنوان سوال آخر میخوام از بپرسم ابعاد تاثیرات اقدامات فاشیستی ترامپ تا چه میزانی بوده و چه تأثیری داره توی مبارزات مردم 99%ی ها و جنبش هایی که در جامعه آمریکا وجود داره و سایر کشورها؟ اگه در این مورد هم توضیح بدی ممنون میشم. به هر حال سوال خیلی روشن نیست که منظور چیه، ولی به هر حال نکته که هست اینه که سیاست ترامپ یه سیاست فاشیستیه. وقتی میگیم فاشیسم یعنی تعصب، یعنی همون ناسیونالیزمی هست که تعصب به اصطلاح به حد افراطیش رسیده. شما ناسیونال، کسی که میگه من کشور من از همه بالاتر است، میشه ضد افغان، میشه ضد ایرانی، میشه ضد نمیدونم مردم یک کشور دیگه، و این ضدیت یه جاهایی در حد نابود کردن حتی اون مردم پیش میره و اونجا فاشیسمه. این دوره به نظر من دوره روی کار اومدن جلو میدوندار شدن فاشیسم نیست. دنیا آگاهه، مردم دنیا آگاه هستن، مدرنن،
به اصطلاح رادیکالن، از انسانیت دفاع میکنن، مناسبات و روابط وسیعی به خاطر وجود مدیای اجتماعی وجود داره که امکان میده که مردم از هم دیگه، از حقوق هم دیگه دفاع کنن. و در نتیجه الان خود همین سیاست ها همونطور که اشاره کردم بحرانی رو در هیئت حاکمه آمریکا دامن زده که مجبور میشه حتی وزیر دادگستری خودش رو هم ترامپ مجبور شده به اصطلاح بیرون کنه. نمیدونم فرمانداران، شهرداران، سران حکومت، کسانی که بالاخره کاره ای هستن تو سیاست آمریکا جلوش وایستادن. چرا؟ به خاطر اینکه دنیا رو میبینن که نمیشه این سیاست ها رو عملی کرد. به همین دلیل من بسیار امیدوارم که این جبهه انسانی که ایجاد شده، مردم شریف دنیا، مردم رادیکال دنیا، مردم پیشرو دنیا بتونن این رو عقب رو. صدای شما قطع شده. صداتون در انتهای صحبتاتون کازم این خاجان قطع و وصل میشد. اگر ادامه صحبتاتون یه مقدار واضح تر بگید ممنون میشم. نکته جمله آخرم این بود که به هر حال این جبهه‌ای که ایجاد شده از یه جبهه انسانی، حرکت انسانی است و بسیار امیدبخشه و من امیدوارم که بتونیم ارتجاع و فاشیسم چه نوع اسلامیش رو تو ایران و کشورهای دیگه و چه نوع ترامپیش رو تو آمریکا با دست از به دست هم دادن عقب برونیم. ممنون از شما کاظم نیک‌خواه که در این برنامه شرکت کردیم. ممنونم از توضیحاتت. تشکر میکنم. صدای شما هم یک کمی قطع است. امیدوارم که مشکلی نبوده. از شما عذر میخوام. همچنین از شما بینندگان عزیز تشکر میکنم که تا انتهای برنامه با ما بودیم. امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. تا برنامه دیگر وقت خوش، موفق باشید.